علمای بحرین به حکومت این کشور درباره عاقبت مبارزه با شاعر دینی و تداوم تجاوز به شاعر آشورایی و نمادهای عزاداری امام حسین علیه السلام هشدار دادند. این علما در بیانیه ای اعلام کردند که هر سال در موسم محرم حکومت آل خلیفه با هجوم به شهر حسینی و اعضای سبت رسول اکرم صلی الله و با جریه دار کردن احساسات شیعیان آین هایی که از صدها سال پیش به آنها به ارث رسیده را محدود می کند و یا عزاداران را مورد حجوم قرار می دهد. و این در حالی است که در این عزاداری ها حتی پیروان مذاهب و ادیان دیگر نیز به خاطر ارادت به امام حسین علیه السلام شرکت می کنند. در این بیانیه آمده است حکومت بحرین با ویران کردن مساجد و حمله به حسینی ها و نمادهای عزاداری و بازداشت و برخورد با علما، خطبا و ذاکران اهل بیت علیهم السلام دیگر امنیتی برای دین و اعتقادات شیعیان باقی نگذاشته است و امسال نیز دو تن از خطبای حسینی را احضار و بازداشت کرده که این خطری بزرگ برای مجالس عزاداری و مؤمنین به شمار می‌رود. علمای بحرین در بیانیه خود در خصوص عواقب این تعرض هشدار دادند و خواستار توقف فوری این سیاست خسمانه علیه شیعیان شدند و افزودند حکومت آل خلیفه باید از سرنوشت خفتبار صدام دیکتاتور عراق که علیه شاعر دینی جنگید عبرت بگیرد و متوجه شوند که شاعر الهی با وجود مقابله ظالمین باقی ماند این در حالی است که شیعیان در بسیاری از کشورهایی که حتی اسلامی نیستند در آزادی کامل به ازاداری می‌پردازند و نیروهای امنیتی نیز از آنان محافظت می‌کنند.